سرخط خبرها. گزارش تازه از حدود 1500 کشته در اعتراضات آبان ماه ایران. رویترز میگوید آیت الله خامنه ای دستور داده بود اعتراضها به هر شکل ممکن متوقف شود. ادامه فشارهای امنیتی بر کانون نویسندگان ایران. آرش گنجی مترجم بازداشت شد. ظهور بعد از افول. منابع اطلاعاتی میگویند داعش در عراق دوباره جان میگیرد. محمد اشرف غنی نولکو 23868. البته تیداره و آغاز روند ثبت شکایات انتخاباتی در افغانستان. تیم عبدالله بیش از 4000 شکایت ارائه کرد. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از مقام وزارت کشور ایران خبر داده که در اعتراضات آبان ماه 1500 نفر کشته شدند، از جمله 17 نوجوان، 400 زن و عده‌ای از نیروهای امنیتی. به گزارش رویترز، منابعی در حلقه نزدیکان آیت الله خامنه ای و مقام‌های دولتی به این خبرگزاری اطلاعاتی محرمانه درباره نحوه مواجهه رهبر جمهوری اسلامی با اعتراض‌ها دادند. گزارش فرین آسمی را ببینیم با این هشدار که بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است برای بینندگان آزاردهنده باشد. مردم ریختن تو آگاهی. خبرگزاری رویترز در گزارشی که 38 روز بعد از آغاز اعتراض‌ها در ایران منتشر کرده، خبر داده که رهبر جمهوری اسلامی در همان روزهای آغازین اعتراض‌ها مقام‌های ارشد امنیتی و دولتی را جمع کرد و دستور داد هر چه می‌توانند برای متوقف کردن معترضان انجام دهند. رویترز می‌گوید سه منبع در حلقه نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای و یک مقام دیگر حکومت ایران این موضوع را تایید کردند. بر اساس این گزارش، سه منبع در وزارت کشور ایران هم گفتند که حدود 1500 نفر در اعتراض‌های آبان کشته شدند، از جمله 400 زن و 17 نوجوان. این آمار بسیار بیشتر از آمارهایی است که تا به حال از طرف سازمان‌های حقوق بشری اعلام شده. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر اعلام کرده بود که دست کم 304 نفر در اعتراض‌ها کشته شدند. این سازمان گفته بود احتمالاً تعداد کشته‌ها بیشتر از این است. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم از کشته شدن بیش از 1000 نفر خبر داده بود. آمارهای مختلف درباره تعداد کشته‌ها در این اعتراض‌ها در حالی است که هیچ آمار رسمی از طرف حکومت ایران در این باره منتشر نشده. پیش از این علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود آمار کشته ها به تفکیک استان ها به زودی منتشر خواهد شد. خبرگزاری رویترز میگوید دو منبع به آن گفتند که این آمار بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از نیروهای امنیتی، قبرستان ها، بیمارستان ها و پزشکی قانونی به دست آمده. از اینها فاصله بگیرن. آیت الله خامنه ای در همان روزهای ابتدایی اعتراض ها معترضان را اشرار خوانده بود. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، چینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوان‌ها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. رویترز گزارش داده یک مقام محلی در اینجا شهر کرج به این خبرگزاری گفته که به آنها دستور داده شده بود تا از هر خشونت لازم برای پایان فوری اعتراض‌ها استفاده کنند. همچنان از وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه خبری نیست. رئیس کل دادگستری استان البرز گفته برای بعضی از بازداشتی‌ها در این استان کیفرخواست صادر شده و درباره آنها تصمیم گیری می‌شود. دیدیم که برخی به بهانه علی ربیعی سخنگوی دولت هم گفته به همه خانواده‌های آسیب دیده در حوادث آبان سرکشی و به آنها رسیدگی شده است، اما همچنان خانواده‌های بسیاری از بازداشت شده‌ها می‌گویند که از محل نگهداری و وضعیت آنها خبری ندارند. همزمان دادستان عمومی و انقلاب شهر بهارستان در استان تهران از پیدا شدن سه جنازه از زیر آوار یکی از بانک‌های ربات کریم در اعتراض‌های آبان ماه خبر داده و گفته که این بانک در اعتراض‌ها به آتش کشیده شده بود و این اجساد بعد از خاکبرداری پیدا شدند. پنهانکاری حکومت ایران، تهدید و سکوت خانواده‌های کشته شده ها، نبود اطلاع رسانی شفاف و فضای امنیتی باعث شده تعداد دقیق کشته ها و بازداشتی ها مشخص نشود. فرین آسمی، بی بی سی.
ساعتی پیش از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران پرسیدیم چطور حکومت ایران هنوز رسما درباره آمار کشته شدگان این اعتراضها آمار دقیقی نمیدهد. در اینکه حرف نمیزنه اتفاقا یک نشانه است از اینکه تعداد آمار خیلی بیشتر از اون چیزهایی است که منابع حقوق بشری اعلام میکنند، شاید نزدیک به همین عدد رویترز. و دلیلش هم این هست که از این واقعیت وحشت داره. این واقعیت در واقع نه تنها خلاف مانیفست جمهوری اسلامی، خلاف تمام شعارها، اون پرستیژ، اون تبلیغات ظاهری است که علی خامنه ای برای خودش درست کرده، بلکه یک شبه او را از یک روحانی تبدیل میکنه به یک دیکتاتوری، به یک کاراکتری مثل صدام حسین. یادم باشه صدام حسین آخر سر به دلیل کشتار در شهری اعدام شد که در اون 650 نفر کشته بود، 161 بعد از اینکه میخواستن ترورش بکنن. در واقع مسئله فقط سیاسی نیست، مسئله این هست که اگر این واقعیت رو بپذیره، نه فقط مخالفین جمهوری اسلامی، بخش‌های بزرگی از داخل حکومت که نیروهای مذهبی اما با وجدان و با شرافت هستند هم زاویه پیدا می‌کنن، مشکل پیدا می‌کنن و فاصله می‌گیرن از حکومت. از همون ساعات اولیه‌ای که ویدیوهای مربوط به اعتراضات منتشر شد قبل از قطع اینترنت، مخصوصا اینکه نشون داده میشد که کسانی به عنوان تک تیرانداز، یعنی دارن از تفنگ دوربیندار استفاده میکنن، با تک تیرانداز مردم رو میکشن، و بعد هم معلوم شد، واضح شد که به بالای کمر شلیک شده. برای کسانی که تحولات سیاسی ایران رو پیگیری میکنن دو چیز واضح بود. مسئله اول این هست که این بود که این بدون یک دستور مرکزی، حالا یا آقای خامنه یا شورای عالی امنیت ملی، اصلا جرئت نمیکرد کسی چنین جوری رفتار بکنه، چون تمام کشور داشتن نیروهای سرکوب چنین کاری میکردن. و دومی که تعداد کشته ها به مراتب بیشتر از اون چیزی است که حتی مخالفین فکر میکنن و روز به روز هم بیشتر خواهد شد. واقعیت هستش که این چنین دستوری، یعنی این دستور سرکوب بی‌رحمانه‌ای که ما در عراق هم دیده بودیم، کاری که هشت و شعبی و حزب الله لبنان با معترضین کرد، اصلا به غیر از آقای خامنه‌ای کسی دیگر در اون کشور نمیتونست، حتی رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حتی فرمانده سپاه هم جرأت چنین دستوری رو نداشت. بنابراین به من میتونم با اطمینان بگم که این دستور از طرف آقای خامنه‌ای بوده، گزارش رویترز درسته. اما نشانه دوم این هستش که هیچ کس در این کشور جرأت نکرده تا الان چنین خبری رو اعلام بکنه. همین نشون میده که بخش‌های مختلف حکومت که به صورت کلاسیک اخبار رو درز می‌دادن تا حالا، بخش‌های مدافع حقوق بشر، میدونن که این دستور مرکزی از رأس هرم قدرت بوده، میترسن از تبعاتش، و در واقع به خاطر خود آقای خامنه‌ای است که سکوت کرده. مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. رسانه‌های ایران میگویند اولین مرحله از راه اندازی راکتور جدید عراق با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی انجام شد. با طراحی این راکتور با هدف جلوگیری از تولید پلوتونیوم که در ساخت سلاح‌های هسته‌ای هم کاربرد دارد، از جمله موضوعات مورد توافق در برجام بوده. این کار قرار بود با همکاری ایران، چین و آمریکا صورت بگیرد، اما با خروج آمریکا از برجام، بریتانیا جای آمریکا را گرفت و برای باز طراحی راکتور عراق کمک های فنی به ایران داد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، عازم عمان شده. همتای عمانی او به تازگی در تهران با مقام‌های ارشد دولتی دیدار کرده بود. یکی از محورهای سفر آقای ظریف بررسی پیشنهاد ایران درباره تشکیل ائتلافی بین کشورهای منطقه برای تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. در تهران جمعی از بازنشستگان با تجمع مقابل ساختمان مجلس به نامتناسب بودن افزایش حقوقشان با تورم اعتراض کردند. این بازنشستگان میگویند با توجه به تورم بالای 40%، همسانسازی و افزایش 15%ی حقوق و مستمری آنها که در لایحه بودجه پیش بینی شده، نمیتواند معیشتشان را از بحران نجات دهد. بیشتر حاضران در این تجمع معلمان بازنشسته بودند. همزمان در چند استان معلمان در همبستگی با اعتراض همکاران بازنشسته اعتصاب کردند. آرش گنجی از اعضای کانون نویسندگان ایران صبح دیروز در تهران بازداشت شد. این نهاد در اطلاعیه کوتاهی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، گفته چند مأمور امنیتی وارد خانه آقای گنجی شدند و بعد از تفتیش بعضی از لوازم و مدارک او را هم بردند. آرش گنجی مترجم است، از جمله مترجم کتاب‌های مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی. فشارهای امنیتی بر اعضای کانون نویسندگان ایران در ماه‌های گذشته ادامه داشته. پویش گنجی، خواهر آرش گنجی از ایندیانیاپولیس ایالت ایندیانا در آمریکا با ماست. خانم گنجی، درباره نحوه بازداشت برادرتون بگید و فکر می‌کنید علت چیه؟ سلام عرض میکنم خدمتتون.
آرش یه مترجم آدم فرهنگیه، تو خونه نشسته بوده، داشته آماده میشده بره سر کار، بعد یه نفر میاد زنگ در رو میزنه و میگه که پست چیه و بسته‌ای برای آرش داره. بعد آرش که پاسخ نمیده، زنگ طبقه بالا که پدر مادرم میشینن رو زدن و پدر میره پایین که ببینه چه خبره، در رو که باز میکنه یه نفر پشت در بوده و میاد و میرن دم در خونه آرش. به محض اینکه آرش در رو باز میکنه، چهار نفر دیگه که یه جای پنهان شده بودن میان همراه این نفر پنجم وارد خونه میشن، بهشون، به آرش و پدرم، حکم تفتیش خونه رو نشون میدن و شروع میکنن خونه رو گشتن. پنج نفر مسلح بودن، با اسلحه وایساده بودن و خونه رو تفتیش کردن. تمام وسایلی رو که لازم داشتن، مثل لپتاپش و کتاباش و دست نوشته هاش رو جمع کردن و بعد که همزمان که این کارو میکردن به آرش گفته بودن که ما با تو کاری نداریم، ما اومدیم فقط وسایل تو برداریم. بعد که وسایل رو برمیدارن، حکم جلب آرش رو هم بهش نشون میدن و میبرنش. از اون موقع ما هیچ خبری ازش نداریم. پدر و مادرم و همراه وکیلی که آرش قرار در آینده داشته باشه امروز مراجعه کرده بودن به دادسرای اوین و تلاش کردن که خبری ازش بگیرن، ولی هیچ خبری ازش به خانواده ندادن. مشخص هست که افرادی که بازداشت کردن از کدوم نهاد بودن؟ خودشون رو نیروهای امنیتی معرفی کردن. نه، نمیدونیم که چی بودن. یعنی نمیدونیم وزارت اطلاعات بودن یا اطلاعات سپاه بودن؟ وزارت اطلاعات بودن، به احتمال خیلی زیاد وزارت اطلاعات بودن. و مسئله‌ای که هستش اینه که آرش یه مترجمه، یه آدم فرهنگیه، صبح میره سر کار مثل بقیه مردم، شبا میاد خونه و تو اوقات فراغتش کار فرهنگیش که ترجمه سا انجام میده و سکرتری کانون نویسندگان ایرانه. آیا تا پیش از این احضار شده بود؟ آیا تا حالا پرونده ی علیهش تشکیل شده بود؟ نه، ولی مزاحمش میشدن توی گهگاهی، هی مزاحمت براش ایجاد میکردن و میگفتن که ما تو رو تحت نظر داریم. و نمیگفتن علت چیه، مشکلشون چی بوده دقیقاً با آقای گنجی؟ هیچی هم نگفتن راجع به دلیل دستگیریش. آرش همه چیزش روه، هیچ چیز مخفی نداره، با هیچ سازمانی، با هیچ جایی، هیچ ارتباطی نداره. هر کاری که میکنه همه چیش برای حکومت ایران ابزرویبله، میتونن برن مشاهدش بکنن و هیچ دلیلی هم به ما نگفتن برای اینکه چرا دستگیرش کردن، وضعیتش چطوره. آرش مشکل قلبی داره و احتیاج داره که داروهای قلب مصرف بکنه. داروها رو نداشتن با خودش ببره و پدر و مادر من رفتن دم زندان، داروها رو دادن و ما هیچ اطمینانی نداریم که اینا این داروها رو به دست این بچه ببرن. گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه دیگر اعضای کانون نویسندگان ایران هم تحت فشار هستند. آیا شما شنیدید که آیا همکاران برادرتون در شرایط مشابه باشند؟ بله بله بله، شنیدم که چند نفر دیگه هم براشون مثل اینکه حکم زندان دادن، الان منتظر دادگاه تجدید نظرن. بله بله. متشکرم از شما. پویش گنجی، خواهر آرش گنجی که اخیراً بازداشت شده در ایران، ممنون از شما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رویترز به نقل از منابعی در وزارت کشور ایران میگوید حدود 1500 نفر در اعتراضات آبان ماه کشته شدند. آرش گنجی، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران بازداشت شد. در ادامه این برنامه، تصمیم یک شرکت بریتانیایی برای توقف تولید کارت کریسمس در چین به ظن اینکه حاصل کار اجباری زندانیان باشد. دو سال بعد از شکست داعش در عراق، نشانه هایی از تجدید قوای این گروه دیده می شود. مقام های کرد و دستگاه های اطلاعاتی غربی به بی بی سی گفتند که فعالیت این گروه در عراق پیچیده تر شده و حمله هایش هم در حال افزایش است. اولا گرین از شمال عراق گزارش می دهد.
from a hilltop in از بالای تپه‌ای در شمال عراق. این چشم‌اندازی است از منطقه‌ای که پیشتر در دست داعش بود. پیشمرک‌های کرد که در بیرون راندن پیکارجویان از اینجا نقش بزرگی داشتند، حالا می‌گویند داعش دوباره در حال نیرو گرفتن است. در منطقه مورد مناقشه بین کردها و نیروهای دولتی عراق. داعش الان روی این منطقه پیش روی ما تسلط داره؟ بله، مخصوصا در دلتای بین رودهای زاب و دجله دارن اینجا دائمی میشن. نگرانید؟ بله معلومه که نگرانیم، برای اینکه اونا خطر بزرگی هستن و هر روزی که میگذره میتونیم حرکات و فعالیتاشون رو ببینیم. دارن خودشون رو دوباره سازماندهی میکنن. داعش همین کار را در هویجه کرده، آخرین مقرشان در عراق که حدود یک ساعت از اینجا فاصله دارد. پرچم عراق اینجا افراشته است، اما پیکارجویان در پی کشتن مقام‌های محلی‌اند. از جمله پدر این بچه‌ها. او مختار یا همان کدخدای ده بود که رفت و آمدها را به پلیس اطلاع می‌داد. کوچکترین فرزندش مرتب می‌پرسد پدر کی به خانه برمی‌گردد. غمی افسون برای مادری که دو ماه پیش پسرش را از دست داد. زکریا طه صالح که به ضرب گلوله کشته شد. می‌گوید از تحمل این رنج ناتوان است. می‌گوید همه جان و جهانم تو بودی. نانآور خانه و سایه سر مادر و بچه‌ها. شب که می‌شود داعشی‌ها بیرون می‌آیند تا مثل قبل به جان مردم ترس بیندازند. در این ویدیوی تبلیغاتی یک کدخدا را به سوی مرگ هدایت می‌کنند. فقط در هویجه 9 نفر کشته شدند. در این منطقه عاری از امنیت، نظامیان ما را همراهی می کنند. یک روز قبل از آمدنمان، داعش برق منطقه را قطع کرد. نیروهای عراقی با دشمنی مواجهند که در همین نزدیکی هاست، اما پیدا کردنش آسان نیست. داعش دیگه نمی تونه ادعا کنه که اینجا قلمروی داره، اما هنوز قادر به انجام دادن حمله های مرگباره و هنوز هم می تونه بین مردم محلی ترس و وحشت ایجاد کنه. خیلی از مردم اینجا جرأت حرف زدن ندارن. رفتن از جایی به جای دیگه تنها در روشنایی روز ممکنه، نه در شب. شبه نظامیان در هویجه در حالت آماده باشند. یکی از ایستگاه‌های بازرسی در اینجا چند هفته پیش هدف داعش قرار گرفت. حسین حمزه زنده ماند، اما شاهد مرگ دو نفر از دوستانش بود. خیلی سخته. پیش روانکاو میرم. نمیتونم شبا بخوابم. خیلی به هم نزدیک بودیم. همه جا با هم میرفتیم. مثل برادران بوده. از زمان سقوط خلافتش داعش به غارها و تونل‌های زیر این کوه‌ها پناه برده. اما عراق پیشتر هم شاهد سربرآوردن خطر از چنین جاهایی بوده. حالا نگرانی از ظهور تهدیدی جدید برای منطقه و غرب در حال افزایش است. اورلگرن بی بی سی نیوز نوردن عراق. تلویزیون دولتی سوریه میگوید جنگنده‌های اسرائیل دیشب به اهداف داخل این کشور موشک شلیک کردند. منابع گفتند که نیروهای ایرانی از اهداف این حمله بودند. همچنین صدای انفجارهایی در نزدیکی دمشق پایتخت شنیده شد. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میگوید امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه زنده و سالم است. فارس گفته که این خبر را در پی انتشار شایعاتی در مورد کشته شدن آقای حاجی‌زاده در حملات دیشب به سوریه منتشر کرده. یک روز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله بیش از 4000 شکایت در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها ثبت کرده. نتایج ابتدایی بعد از حدود 3 ماه دیروز اعلام شد. بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، محمد اشرف غنی بیشترین آرا را به دست آورده. عبدالله عبدالله رقیب اصلی او این نتیجه را نپذیرفته و گفته که تقلب شده. کمیسیون رسیدگی به شکایات می‌گوید با دقت به شکایات رسیدگی خواهد کرد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. بغل بغل شکایت‌های انتخاباتی ستاد عبدالله عبدالله.
در اولین روز ثبت شکایت ها تیم ثبات و همگرایی با بیش از 4000 شکایت و کمیسیون رسیدگی به شکایت ها آمد. آقای عبدالله این مرحله را مرحله جاندار انتخابات توصیف کرده، با این امید که نتیجه ابتدایی را به نفع او تغییر دهد. این 4063 که امروز آوردیم عمدتاً شامل همو کاتگوری های میشه که ما تاکید ورزیدیم در مرحله رسیدگی توسط کمیسیون انتخابات که بعد رسیدگی میشد آرای پاک از ناپاک تفکیک میشد، اما کمیسیون انتخابات هیچ وقتی به مخواست قانونی ما توجه نکرد و احترام نگذاشت. ما در فرم شکایت آوردیم به کمیسیون شکایات که صلاحیت داره این آرا تفکیک شود. عمدتاً شامل کاتگوری 1200 خارج از تایم است، 137000 است، آرای 1 تا 5 است و تخلفاتی که در مرحله بازشماری در ولایت شده. کمیسیون رسیدگی به شکایت ها به عنوان یک دادگاه انتخاباتی دو روز دیگر هم شکایت های نامزدان را ثبت می کند. این کمیسیون در روند 9 مرحله ای از جمله بررسی، تحلیل و تصمیم گیری سرنوشت شکایت ها را مشخص می سازد. انشاءالله اطمینان می تونم که ما موز و موز شکایات رسیدگی میکنیم و اطمینان میتونیم که انشاءالله شکایات ما بدون جواب نمیگذاریم و طبق قانون و طبق تزرر عملها طبق قانون دست داشته ما با ما وقت معین و زمان معین انشاءالله ما دستکار شده ایم. گلبدین حکمتیار امروز حرف دیروز عبدالله عبدالله را زد، نتایج ابتدایی را نمیپذیرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرد که رأی‌هایش دزدی شده. آقای حکمتیار دو خواسته دارد. اول انتخابات مجدد در همه محل‌هایی که دستگاه‌های بایومتریکش عمدن و قصدن دزدیده شده و سرقت رفته. خواست دومی بود که همه صندوق‌ها مجددا بازشماری شود. او هشدار داد اگر به مسئله انتخابات رسیدگی نشود، سرنوشت عراق، لیبی و بولیوی در انتظار افغانستان خواهد بود. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست کمیسیون مستقل انتخابات که دیروز نتایج ابتدایی را اعلام کرد، حالا منتظر رأی کمیسیون رسیدگی به شکایت هاست تا پس از آن نتایج نهایی را اعلام کند. رأی محمد اشرف غنی که از همه نامزدان بیشتر اعلام شده اما چندان زیاد نیست، کمتر از 51% آرا. همین رقم گمان زنی ها درباره رفتن انتخابات به دور دوم را مطرح کرده، البته اگر شکایت های رقیبش عبدالله آرای او را کم کند. در غیر آن او دوباره بر سر قدرت خواهد ماند، با این تفاوت که این بار قدرت را تقسیم نخواهد کرد. دولت که شایسته ای. علی حسینی، بی بی سی، کابل. دادستان کل عربستان اعلام کرده که 5 نفر به جرم دست داشتن در قتل جمال خاشقچی به اعدام محکوم شدند. جمال خاشقچی از روزنامه‌نگاران منتقد دربار سعودی بود که پارسال در کنسولگری این کشور در استانبول کشته شد. قتل این روزنامه‌نگار واکنش‌های جهانی برانگیخت و پادشاهی سعودی را در معرض انتقادهای گزنده قرار داد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. از روزی که جمال خاشقچی وارد ساختمان کنسولگری عربستان شد، نزدیک به 15 ماه گذشته. او هرگز این ساختمان را ترک نکرد. حالا دفتر دادستانی کل عربستان میگوید که بررسی پرونده قتل این روزنامه‌نگار به نتیجه رسیده و 5 تن از متهمین به اعدام محکوم شدند. همچنین 3 نفر دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. در مجموع 11 نفر در عربستان به اتهام این قتل محاکمه شدند، اما اسامی این افراد یا جزئیات احکام منتشر نشد و دادستانی عربستان به انتشار اطلاعاتی محدود درباره این پرونده خبرساز اکتفا کرد. اما یکی از حواشی مهم احکام امروز خبری درباره این مرد بود. سعود القحطانی، چهره ای امنیتی که زمانی دست راست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان محسوب می شد و در این پرونده بازداشت شده بود. به گفته دادستانی، شواهدی که نشان دهد او در قتل دست داشته پیدا نشد و او آزاد شد. سعود القحطانی از جمله 17 نفری بود که به ظن دست داشتن در قتل خاشقچی از سوی آمریکا تحریم شد. نفر دومی هم که آزاد شد، این مرد بود، محمد العتیبی،
کنسول عربستان در استانبول که در فاصله کوتاهی بعد از ناپدید شدن خاشقچی درهای سفارت را به روی خبرنگارها باز کرد و در نمایشی تبلیغاتی تلاش کرد بگوید که از خاشقچی در کنسولگری خبری نیست. قتل جمال خاشقچی بیش از هر کس اما با نام محمد بن سلمان گره خورد. شاهزاده خبرساز جوان و ولیعهدی که در ماه‌های منتهی به قتل خاشقچی روز به روز بر نفوذ و قدرتش در دستگاه رهبری عربستان افزوده می‌شد، اما این قتل نام او را بر سر زبان‌ها انداخت. از همان نخستین روزها گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره اینکه او از این قتل خبر داشته منتشر شد و در نهایت سازمان CIA هم اعلام کرد که باور دارد محمد بن سلمان دست کم از نقشه قتل خبر داشته. گزارش هایی که همگی با تکذیب عربستان همراه شدند. همچنین در تابستان امسال اگنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که بر اساس تحقیقاتش قتل خاشقچی یک اعدام فراقانونی بوده و خواستار تحقیق از شخص محمد بن سلمان در ارتباط با این قتل شد. ریاض هرگز این درخواست سازمان ملل را نپذیرفت. کیوان حسینی، BBC. فروشگاه زنجیره‌ای بریتانیایی تسکو تولید کارت تبریک کریسمس در یک کارخانه چین را متوقف کرد. در یکی از این کارت‌ها پیامی دست‌نویس از یک زندانی چینی پیدا شده بود که در آن نوشته شده زندانیان مجبور به کار در این کارخانه شدند. این کارت را دختر بچه‌ای 6 ساله لندنی در بسته‌ای از کارت‌های خریداری شده پیدا کرده بود. گمان می‌رود که این کارت‌ها از زندانی در شانگهای چین آمده باشد. وزارت خارجه چین کار اجباری زندانیان در شانگهای را تکذیب کرده. گزارش کتی فرسکات را با هم ببینیم. فلورانس ویدیکام دختر بچه 6 ساله دبستانی داشت کارت‌های کریسمس دوستان و خیشانش را می‌نوشت که دید در یکی از کارت‌ها از پیش پیامی نوشته شده. داشتیم کارت‌ها را می‌نوشتیم. فکر می‌کنم ششمی یا هشتمی بود که دیدم یکی از قبل توش نوشته. پیام نوشته شده این بود: ما زندانیان خارجی زندان چینگپوی شانگهای هستیم. برخلاف میلمان مجبور به کار شده ایم. لطفاً کمکمان کنید و به سازمانهای حقوق بشری خبر دهید. اولش فکر کردیم که شاید یک شوخیه، ولی بعدش که بیشتر فکر کردیم گفتیم میتونه واقعاً جدی باشه. شوکه شدم، ولی در این حال احساس وظیفه کردم که کارت رو برسونم به دست پیتر هامفری، همونطور که نویسنده خواسته بود. خانواده ویدیکام دقیقاً همین کار را کردند و با پیتر هامفری فعال حقوق بشر تماس گرفتند. او خودش زمانی را در زندان چینگپو گذرانده بود به دلیل شرکت در یک رسوایی ادعایی سوء استفاده مالی. من 2 سال در زندان شانگهای بازداشت بودم، بین سالهای 2013 و 2015، و 9 ماه آخر بازداشتم درست همین زندان و همین ساختمان سلولها بود که پیام از اونجا اومده. این زندانی ها زندگی روزانه خیلی تاریکی دارن. توی هر سلول 12 زندانی هست. روی تخت های چند طبقه زنگ زده آهنی با تشکی به ضخامت 1 سانتی متر میخوابند. سخنگوی تسکو گفته که شرکتش غافلگیر شده و اجازه نمی‌دهد که از زندانیان در زنجیره تهیه فراورده‌هایش کار بکشند. تسکو تحقیقات را آغاز کرده و تولید در کارخانه متوقف شده. این بود بخش خبری. ممنون از همراهیتون.